کاتالوگ رو حاضر کنی. زودتر عکسایی که باید تو مجله شو بشن و بیاری. کاتالوگ، عکسا و مجله. تو اینجا منتظر چی هستی؟ اگه بگم اتوبوس شاید مسخره باشه. منتظرم که یه مسئولیت بهم بدی. عنوان استخدامتون چی بود؟ دستیار دستیارتون دیگه. پس برای دستیارم دستیاری کن. به طراحای جوان اطلاع دادین بیان برای مصاحبه؟ آگهی دادیم قربان. اگه قرار بود آگهی بدین میگفتم آگهی بدین دیگه، نه؟ آگهی رو کنسل کنین. من به طراحای جوان اما با استعداد و خلاق و با تجربه نیاز دارم. خلاق و با استعداد. باید کاری کنیم طراحای رقبا بیان اینجا. طراحای خوب باید برای ما کار. ولی این نامردی نیست؟ یعنی یه خورده زشت نیست؟ بعدش هم وقتی خودشون شغل خوبی دارن چرا واسه شما کار کنن؟ چالی خانم، به دستگارتون بگین برای سوال جواب کردن من نیومده اینجا، اومده که بگه چشم. اگه نمیتونه درست کار کنه حداقل یاد بگیره گوش کنه. سوال نکن، بگو چشم. گوش کردنم یاد بگیر. مو ولش کنی، میخواد خفم کنه. مدلای زمستون در چه حاله؟ طراحیاشون داره تموم میشه. اما الان که تازه اول تابستونه. من چی گفتم؟ مدلای زمستون در چه حاله؟ تو راه چی گفتم؟ از اونجایی که راحت سوال جواب میکنی باید حافظه خوبی هم داشته باشی. به طراحای جوان اطلاع دادیم بیان برای مصاحبه؟ اگه قرار بود آگهی بدیم میگفتم آگهی بدیم. من به طراحای جوان اما با استعداد و خلاق و با تجربه نیاز دارم. باید کاری کنیم طراحای رقبا بیان اینجا تا برای ما کار کنن. ایشون امروز برن طبقه چهارو. منظورشون چی بود؟ امروز باید کارهای دیگه ای بکنی. حمل و نقل وسایل از طبقه اول به چهارم. ایدل تو طبقه دوم پیدا کن، راه نماییت میکنه. خدا، من به این کار هیچ نیازی نداشتم. برو به جون مامان بابام دعا کن. حالا خوبه که با پارتی اومدم، وگرنه خدا میدونست چی میشد. مرتی که این روانی. جلوتو نگاه کن دیگه. منو میگی؟ معذرت میخوام، از یکی دیگه عصبانی بودم، سر شما خالی کردم، واقعا ببخشید. بذار حدس بزنم، سرچشمه عصبانیتت مراد سارسیل مازه. آره خود خودشه. این چه رئیس بد اخلاق و پر روییه. معلوم نیست مشکلش چیه. از زور گفتن به اطرافیانش لذت میبره. به جون خودم بره دکتر، دست کم 3 سال طول میکشه بتونن بیماریشو تشخیص بدن. 3 سال. به راستش فقط تو محیط کار اینجوریه. نه بابا، مشکل روحی روانی داره. هر کی گفته تو خونه خوبه دروغ گفته. کسی نگفته. من دارم تجربه شخصی خودم رو در اختیارتون میذارم. نکنه با هم دوستی؟ ای تقریبا. یه جوری گفتی ای تقریبا. به جز دوست برادرم هم هست. من خیلی بد شد که. نه بابا مشکلی نیست. داداشم گاهی وقتا لایق این چیزایی که گفتی. به تبریک میگم که همچین دختر شجاعی هستی. دروک سارسید ماست سونا پکتاش. ولی ممنون میشم حیات صدام کنی.
مگه میشه دو تا داداش اینقدر با هم فرق داشته باشن؟ یه ذره هم شبیه هم دیگه نیستن. اینا 100% پدراشون جدا، مادراشون جدا. یکیشون واقعا یه پا انسانه، ولی اون یکی پر از خوی حیوانیه. امروز به خاطر اون مثلا رئیس 1000 بار پلارو رو بالا پایین کردم. تو حواست به حقوقت باشه عزیزم. حقوق و پول نمیخوام. سر این کار نمیرم. مامانم که دیگه رفت و برگشت شهرستان، میشونم دنبال یه کار دیگه میگردم. نمیتونی پیدا کنی. یه بارم شده یه حرف خوب از دهنت در بیاد دیگه. پیدا میکنم. اگه من حیاتم یه کار آنچنانی پیدا میکنم، بعدش هم میرم حال اون مراد سارزی مازو جا میارم. این کار همینجا تموم شد. پیش به سوی زندگی. حیات را بیافت دیگه. آسی چه زود برگشته؟ نمیتونم. خوش اومدی مامان. مگه ما صبح با هم خداحافظی نکردیم؟ آره، ولی بابات گفت بمون. گفت دخترم کارش حساب کتاب نداره که، انقدر زبونش درازه که هیچ جا بیشتر از یه روز نگهش نمیدارم. آره، گفت فعلا صبر کن. گفت یا بیرونش میکنن یا اینکه خودش طاقت نمیاره و استعفا میده. اون وقت دوتایی با هم دیگه پا میشیم میاییم. بابات گفته دیگه. یه ذره انصاف داشته باش پسرم، سن و سالی ازم گذشته. فعلا که از هممون فرستری نجات سارسیل ناز. ما التماس سرمون نمیشه، دلسوزی هم که حرفشو نزن. های وای وای وای، نگاش کن تو رو خدا. بگو ببینم این جملات قصه رو از کجا یاد گرفتی؟ تو کلاس بابام. اون نمادی از وجود خودت پسرم. شرارت، خوی شیطانی، از زیر کار در رفتن، همش مخصوص خودته. کی جلوه؟ بگین که میخوام یار انتخاب کنم. بیا پسرم بیا، این برادرت بدجوری حال منو گرفته. یه بارم شده منو متعجب کن نجات. بابا خیال نکن مراد اومد تو گروهت میتونی برنده بشی. من به راحتی از پس هر دوتون برمیام. جوجه رو آخر پاییز میشمارن دروک خان، این حرفت یادت باشه. حرفو بیخیال شو، حرفو که همه میزنن، مهم عمله که باید الان نشون بدی. پیروز این میدون تو نمیتونی باشی. چرا؟ یه فرصت طلایی بهت میدم. برای چی اون وقت جایزه بهش میدی؟ چون رقیب برادرمه. آقایان گوش کنین، هر کی بگیره برنده است.